هجرت امام حسین و یارانش از مدینه به حجاز، یزید لعنت الله پیکی را به سمت حجاز روانه کرد تا به زور از امام حسین بیعت بگیرد. پیک یزید به حجاز رسید. یاران امام حسین به امام اصرار کردند تا پیک یزید را به قتل برسانند، اما امام اجازه ندادند و فرمودند شایسته اهل بیت پیامبر نیست که میهمان خود را به قتل برسانند. و سپس امام فرمودند به او اجازه ورود دهید و پیک یزید وارد شد. برای اطلاع از جدیدترین ویدیوها کانال را سابسکرایب کنید و روی علامت زنگوله کلیک کرده ویدیو رو لایک کنید و نظرات ارزشمندتون رو در قالب کامنت ها با ما بنویسید. حتما این کانال رو به دوستان و عزیزانتون معرفی کنید. پیک یزید وارد شد و نامه را به دست امام حسین داد، اما امام نامه را نخواندند و به سمت دیگری پرتاب نمودند و فرمودند نامه یزید نزد من پاسخ ندارد. در این لحظه پیک یزید عصبانی شده و برخاست و با تندی و عصبانیت رو به امام کرد و گفت ای حسین، یا با یزید بیعت میکنی یا شمشیر میان ما حکم خواهد کرد. امام فرمود ای حاتم نزلت، پسر پس فطرت دیگر مرا بین مرگ و ذلت قرار داده است، در حالی که ذلت از ما دور است. و سپس پیک یزید به نزد یزید بازگشت و به یزید گفت ای امیر مؤمنان، حسین نامه شما را بی پاسخ گذاشت. در این لحظه یزید خشمگین شده به برخاست و به پیک خود گفت صبر کن تا نامه دیگری برای تو بنویسم که به سمت حجاز ببری. پیک یزید به سمت حجاز روانه شد و با طی مسافتی به حجاز رسید و نامه را به دست امام حسین داد، اما امام دوباره نامه را نخواند و به سمت دیگری پرتاب کرد و فرمود نامه یزید نزد من پاسخ ندارد. و سپس پیک یزید به نزد یزید بازگشت و دوباره گفت ای امیر مؤمنان، حسین بازم پاسخ نامه شما را نداد. در لحظه یزید عصبانی شد و برخاست و به پیک خود گفت من به تو دستور میدم که با 300 سپاهی به حجاز حمله به گردن حسین را بزنی. پیک یزید با 300 سواری به سمت حجاز حمله ور شدند و در این بین یاران امام حسین که در کمین و آماده بودند به سمت لشکر یزید حمله ور شده و جنگی خونین در گرفت. یاران امام حسین چنان جنگیدند به طوری که از آن سپاه 300 نفری هیچ کس باقی نماند و پیک یزید با جراحات زیاد به نزد یزید بازگشت و به یزید گفت
مولایم حسین، همه شما را پارومار خواهد کرد و شما هرگز نخواهید توانست که از حسین بیعت بگیرید. و خیلی سریع به درک واصل شد. یزید با دیدن این صحنه و هلاکت پیکش به یکی از سرداران بزرگش به نام حسین بن نمیر دستور داد که با 2000 سپاهی به سمت حجاز حمله و امام حسین را به قتل برسانند. اما یاران امام حسین به آنان حمله و آنها را فراری دادند و سپاه یزید این بار هم شکست خورد و یزید دریافت که باید امام حسین را مجبور به بیعت با خود کند. پس نامه‌ای به سمت کوفه فرستاد و به ابن زیاد دستور داد تا عمر ابن سعد را با 40,000 سپاهی به سمت کربلا حرکت دهد و این روایتی از مظلومیت سرور و آقای شهیدان عالم امام حسین علیه السلام بود. به امید ظهور و حضور امام عصر مهدی موعود اجل الله تعالی فرجه الشریف، مظلومیت سرور آقای شهیدان عالم بی انتهاست. به امید رستگاری و سعادت برای همه انسان ها و آزادگان عالم، به برکت ظهور و حضور مهدی صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف. پاینده و عزیز و رند و زیرک و باهوش باشید. اگر از این ویدیو خوشتان آمد، این ویدیو را به دوستانتان شیرش کنید و با دوستانتان به اشتراک بذارید. پاینده و عزیز و رند و زیرک باشید. خدا نگهدار تا یه ویدیوی دیگر. درود و سلام خداوند بر سرور و آقای شهیدان عالم امام حسین علیه السلام. پاینده و عزیز باشید.